بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدمت همه دوستان عرض سلام و ادب و احترام. انشالله عصر آدینه خوبی داشته باشید و انشالله که آدینه بعدی، جمعه بعدی، روز ظهور آقا امام زمان باشه. اللهم عجل ولی کل فرج العافیت و الناس و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب دوستان عزیز، همونطور که در استوری هم مطلع شده بودید، ما به توفیق الهی تصمیم گرفتیم که یک سری سلسله مباحث اخلاقی و عرفانی رو انشالله در خدمتتون باشیم، در محضر استاد عزیز و گرامیمون آیت الله صانعی کرمانی که از اساتید گرانقدر بنده و تاج سر بنده هستند و دوستان قدیمی هم ایشون رو میشناسند. قبول زحمت کردند که این مباحث رو که تخصص برتر توش دارند و شاید حدود 30 سال هستش که راه اخلاق و عرفان و اینها رو در محضر اساتیدی همچون آیت الله بهجت، اساتیدی همچون آیت الله پهلوانی، آیت الله بهاءالدینی و دیگر بزرگان پیمودند، انشالله بتونیم از محضر ایشون استفاده ببریم. حالا الان ما توی این فضای باز و سبز هستیم و این مگس ها مزید میکنن. عرض کنم که انشالله بتونیم استفاده ببریم. من بدون مقدمه و بدون اینکه بخوام حرف بیشتری بزنم، لایو رو در اختیار خود حضرت استاد قرار میدم به عنوان اولین. من یه لحظه این مگس رو دوستان ببخشید. عرض کنم که دوستان به عنوان اولین جلسه یه مقدماتی رو حضرت استاد میگن پیران اخلاق، عرفان، اهمیتش، جایگاهش، روشهاش و این گونه مسائل که شما هم دوستانی که علاقه من به این مباحث نیستن که طبیعتا خب میتونن حضور نداشته باشن که برخلاف علاقمندیشون عمل نکنن. دوستانی که علاقه من هستن، من خودم به عنوان یک دوست کوچیکتون عرض میکنم که خیلی قدر بدونید، مقتنم بدونید و فقط سعی کنید استفاده ببرید دیگه. به هر حال وادی اخلاق و عرفان وادی هستش که متوجه روح انسان، بحثای آرامش انسان، بحث معنویات انسان اینا هستش و کسای افراد خاصی رو میطلبه که بخوان علاقه مند باشند و اینا. یه عده‌ای هم امکان داره مسخره بکنن که ما برای ما اونها افراد محترمی هستند و اصلا اهمیتی برای ما نداره قضاوت اونها. من بیش از این مزاحم نشم. خدمت حضرت استاد صانعی کرمانی عرض سلام و ادب و احترام داریم، در خدمت شما هستیم استاد بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برادر عزیزمون که شبان روزشو وقف تبدیل حوزه مجاز به حقیقت کردند و انصافاً هم در بسیاری موارد درخشش شایانی داشتن. همین امروز داشتم یکی از لایف هایشون رو نگاه میکردم با یکی از مخالفین براندازه ها و انصافا دیدم مثل چریک های نامنظمی که در جنگ شهید چمران و دیگران بودن همت میکردن، همین گونه انجام وظیفه میکردن. خدا انشالله از ایشون، از همه ما و عزه فعال در فضای مجازی و همه مدیران و کارگزاران و هنرمندان اصیل به شایستگی قبول کنه در این جبهه اسلام راستین و اخلاق متعالی و عرفان عملگرا بتونن اون دوری که از قرآن و اهل بیت استیاد میشه بچینند و داشته باشند و ازش متنعم بشن. حضرت استاد، من در مورد خود اخلاق و عرفان، در مورد جایگاهشون میشه یه توضیحی بدید؟ این که عرض بکنم چه وادی هستش و چون تو این فضایی که ما هستیم یه عده متعصبین افراطیون هستن که مخالفت های نابجایی میکنن، به حسب
تقلید از نظرات یه عده متعصبین دیگه. یه سری این مباحث مقدماتی رو شما بفرمایید در مورد تجربه خودتون و این گونه مسائل. انسان یه موجود مختار هست و به لحاظ این که اختیار داره خودش میدونه و انتخاب صحیح و خودش میدونه و انتخاب غلط. قهرن اختلاف پیش میاد، اختلاف مبنا پیش میاد، اختلاف سلیقه پیش میاد، اختلاف مذهب و مکتب پیش میاد، اختلاف محفل و امثال اینها پیش میاد و افراد بر حسب انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه یا کم آگاهانه یا جاهلانه ای که ممکنه داشته باشن متعدد موضع میگیرن. ما مسئول موضع گرفتن های متعدد افراد نیستیم. امروز از واضحات است که اگر مسئولین کشوری، لشکری در هر مملکتی از مسیر اخلاق و معرفت عبور کنند، این به طور طبیعی و منطقی و تجربی و معصور بازدهی ده ها صدها هزار برابر خواهد داشت. شما امام خمینی رو به عنوان یه شخصیتی میبینید، خب در عرصه معرفی تشیع به جهان کاری کرد کارستان. سابقا شیعه رو نمیشناختن در جهان، اون چی که میشناختن اسلام بود، اسلام در پوستین اهل سنت و دیگران بود تا شیعه. اما امام خمینی با این حرکتی که کردن کاری کردن رشته های شیعه شناسی امروزه در سراسر جهان فعال و پویاست. یعنی عده زیادی هستن میخوان ببینن مکتب اهل بیت، مکتب قرآن، مکتب وحی و عرفان و قرآن چی میگه. اینا دنبال این هستن و این به برکت روح متخلق امام خمینی بود. خب این شخصیت اگر اخلاقی نبود، اگر شخصیت عرفانی نبود، مسیر اینگونه نبود. مسیر شهدا، مسیر صلحا، مسیر خوبان در حد و اندازه الگوی منطقه‌ای و الگوی جهانی و الگوی کشوری نماد و نمود پیدا نمی‌کرد. امروز هر کس بخواد هدایت بشه، ابزار هدایت از وصیت‌های شهدا، از نمی‌دونم رمان هایی که درباره شهدا، خاطراتی که در مورد شهدا رقم خورده، از آثار شهدا و صلحا و انقلابیون و متدینین میتونن به مدارج بالا برسن. اگه کسی هم نخواد پیش تو خونه پیغمبر خدا مثل حضرت نوح هم باشه، همسر حضرت نوح هم باشه، خب گمراه میشه. همسر لوط هم باشه، باز گمراه میشه. مهم اینه که غیر از این که انسان در یک موقعیتی هست، سعی کنه اون موقعیت و اون اخلاق و اون رفتار رو در خودش پیاده کنه. امام خمینی در 40 سالگی یک کاری کرده کارستان. استاد، حضرت استاد ببخشید، من یه مقدار از فضای من چون عادت ندارم هی رسمی بخوام با دوستان باشم و اینها، از اون فضای رسمی اولیه لایو عبور میکنیم و من میام در کنار حضرت استاد میشینم و ایشون هم افاضات خودشون صحبتاشون رو میفرمایند. بفرمایید، بفرمودید استاد، منم این کامنت ها رو میبینم. امام خمینی میفرمودید که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید در 40 سالگی در حوزه علمیه قم، حوزه تدریس اخلاق و عرفان رو به شکل بالندهی دنبال کردن، مخصوصا اخلاق عملی، عرفان عملی که یه شاخه قابل توجهی است. این در حوزه علمیه مدرسه معصومیه، مدرسه ملا صادق
دائر بود هفته چند بار. امام خمینی در آغاز این درس‌های اخلاق یه آیه قرآن رو می‌خوندن و در پایان یک دعایی که همه ائمه اون دعا رو می‌خوندند. پس بنابراین اخلاق و عرفان امام خمینی برخواسته از قرآن هست و مناجات شعبانیه. و حالا اگر یه عده‌ای آدرس نابجا میدند و مسائل دیگه ای رو مطرح میکنند، خب اینها مسئولن در قبال حرفی که میزنند. و الا امام خمینی شخصیتیست فقیه، شخصیتیست بسیار همراه با قرآن و اطرت و احادیث اهل بیت، و 8 سال آغاز و پایان در اخلاقشون بهره‌مندی از آیات و دعای مناجات شعبانیه بوده است. بله، من یه مقدار کامنتارم ببینم دوستان، به خاطر اینکه شما حوصله‌تون سر نره. جناب یزدان خیلی مخلصم، خوش اومدید، بزرگوار. کسی از دوستان اگر میخوام بیام بالا هم در خدمت باشیم، یه مقدار سوالا رو ببینم من بپرسین. نه دیگه، حالا این سوالای سیاسی و مسائل روز و اینا رو خودم انشالله بعدا جواب میدم. الان پیرامون مسائل اخلاقی و عرفانی دوستان اگر مطلبی هستش بفرمایید. از دوستان در مورد اخلاق، در مورد عرفان تئوری و عملی توضیح میفرمایید چه تفاوتی دارن؟ ببینید، اخلاق چون مربوط به فعل باطنی و حالات باطنی و ملکات باطنی است، جنبه عملیاتی داره تا نظری. درسته، حالا احیانا بحث اخلاق نظری و علم اخلاق اینها مطرح میشه، ولی علامه طباطبایی میفرماد الاخلاق و عندنا العملیه. و این بحثی هم که ما میخوایم اینجا داشته باشیم بحث نظری نیست. سریع میریم تو فضاهای اخلاق عملی و عملگرا در این حوزه بحث خواهیم کرد انشالله. بعد عرفان رو هم عملی و تئوریش رو بفرمایید زحمت. ببینید، تارتن نفس انسانی، دوستان تارتن یعنی یک بار، یه دفعه، گاهی داره، گاهی وقتا انسان درباره نفس انسانی صحبت میکنه و برنامه رو پیاده میکنه تا به اعتدال قوای درون برسه. یعنی از افراط و تفریط در قوه شهوت و غضب و وهم و خیال و این قوای درونی انسان فاصله بگیره و به اعتدال قوا برسه. تارتن این گونه است. بفرمایید بهتر که تکیه بدید. گاهی وقتا هست از مرحله نفس انسان عبور میکنه، یعنی برنامه شو بر اساس اشتهای به بهشت یا ترس از جهنم تنظیم نمیکنه. برنامه شو بر اساس خروج از نفس، بیت نفس، و حرکت به سوی رضوان الهی. وقتی که تو این حوزه قرار گرفت میشه حوزه عرفان عملی. وقتی تو حوزه تنظیم قوای درون انسانی قرار گرفت میشه اخلاق. درست. پس اخلاق عملی یعنی رسیدن به اعتدال قوای درون، و عرفان عملی یعنی حرکت به سوی رضوان الله با سیر و سلوک الهی. بعد عرض کنم که حالا حضرت استاد، این اهمیت خود اخلاق و عرفان به چه مقدار هستش؟ اینکه انسان در زندگیش چرا باید به این اهمیت بده؟ الان خیلی از دوستان اصلا به خود اسلام رو اعتقاد ندارن، حالا بخوام به اخلاق اسلامی، به عرفان اسلامی بخوان اهمیت بدن. بحث اخلاق چه جایگاهی داره روی بحث ابدیت ما، زندگی ما، الان ما، بعدن ما؟ بفهمید. ببینید، یه وقت میبینید درباره سطح ما باعث مطرح میشه، یعنی مرحله آغازین اسلام و ایمان بحث میشه. خب یه مرحله است، اما یه وقت میبینیم در مورد اسلام پیشرفته که به ایمان میرسه و بالاتر از ایمان و اهل بیت یعنی احادیث اهل بیت میرسه به فضای تقوای عملی، پیرامون عمل کردن اون دستورات و دستورالعمل ها، و یا بالاتر رسیدن به یقین. حوزه اخلاق یه پیوستی با حوزه وقایه و تقوا داره، حوزه عرفانی پیوستی با یقین داره.
حوزه اسلام هم یک پیوستی با نماز و روزه و زکات و حج و اینها داره و جهان اسلام. حوزه ایمان هم یک پیوستی با گستره حجج الهی داره و اینها چهار مرتبه است. قهرن وقتی بحث درباره اخلاق و عرفان هست، بحث در درجات بالایی از تقوا و یقین، یعنی انسان به کمال خودش میرسه. انسان کامل رو استاد میشه تعریف بفرمایید؟ این که به کمال خودش میرسه به واسطه عرفان و اخلاق و بعد عرفان نظری و عملی انسان کامل میشه. این عبارت رو زیاد به کار میبرن، انسان کامل. میشه بفهمید منظورشون چی است؟ ببینید، ما اگر بهترین انسانها رو وقتی بدونیم که وارد تشرف میشن به نظریه توحید، یعنی مثلا از سگانه پرستی مسیحیت فاصله میگیرن، از دوگانه پرستی زرتشت و یهود فاصله میگیرن، میرسن به توحید مسلمان ها. ابتدا با اسلام، بعد مرحله بعد طبق فرمایش امام رضا پیشرفته میشه، وارد حوزه ایمان میشن، ایمان به معصومین بعد از پیامبر، ایمان به فقهای عادل به عنوان جانشینان عام ائمه هدا امام زمان ارواح نافدا، به عنوان وارد حوزه حجیت عدول مؤمنین و موضع عادلانه و صحیح. خب این مرحله دومه. از این دو بالاتر عبارت از این که انسان وارد فضای تقوای در عمل بشه، و تقوای در عمل خب خودش یک حوزه متدینینه، اهل مسجد، حزب الله یا مؤمنین، مسجدی ها، خب خیلی هاشون باید توی حوزه فعال باشن و کار کنن. خب از تبار شاگردان امام خمینی بشه، از تبار شهدا بشه، از تبار سالکین الله، کارگزاران سالک، هنرمندانی مثل شهید آوینی بشه، سید و شهدای اهل قلم. اینا تو عرصه یقین قدم زدند و قلم زدند. پس بنابراین ما نمیتونیم از این مراتب داشتن سطوح متعدد در حوزه اسلام به اصطلاح چشم‌پوشی کنیم. یه عده کلاس اول اسلام، یه عده کلاس دوم مقطع دوم ایمان و گستره حجت، یه عده مقطع سوم تقوا، و یه عده اهل سلوک و رسیدن به یقین هستند. احسنت. عرض کنم که در مورد راستی استاد، کتاب 40 حدیث امام هم اگر مطالبی بفرمایید خوشحال میشیم. اهمیتش رو اگر کسی میخواد اساره امام خمینی رو داشته باشه. یه مطلبی من ببخشید بگم، یه مسئله‌ای که مخصوصا تو فضای مجازی وجود داره این هستش که شخصیت سیاسی امام خمینی رو با شخصیت علمی حالا یا عرفانیشون قاطی میکنن، و یا شخصیت سیاسی اون عزیز رو غلبه میدن بر شخصیت علمیشون، که من فکر میکنم اجحاف به حق ایشون هستش. مثلا چون از مسائل سیاسی و نظرات سیاسی ما خوینی تر یا نمیاد، اختیار داره، میخواد بعدش بیاد، خب بعدش میاد، جواب بد اومدنش هم میگینه توی دنیا برزخ و اخلاق، میخواد خوشش بیاد، اینا بحثای خیلی مهمی اختیار داره. مهم اینه یه اختیار درست طی بشه. ما عرضمون اینه که امام خمینی شخصیت اثرگذار است در معادلات جهانی. رو کنجکاوی که حداقل بعد یه انسان کنجکاویه، ببینیم امام خمینی چه
شخصیتی در 40 سالگی بوده. یک کتابی در 40 سالگی نوشته به نام 40 حدیث، 40 حدیث اسلامی رو اونجا توضیح داده. و اگه کسی میخواد امام خمینی رو بشناسه، این 40 حدیث رو اونس بگیره. خب قهرن نگاهش خیلی عوض میشه، خیلی عوض میشه. میبینه امام یک کتابی رو نوشته، حدیث اولی زمان جهاد نفس، یعنی انسان باید این اراده پولادین پیدا کنه، با خودش باید مبارزه کنه، انسان باید بر قوه شهوت و غضب و وهم و خیال خودش چیره بشه، به ضبط خیال برسه، به ضبط و به فتح سنگرهای چشم و گوش و دست و پا و شکم و شرمگاه و اینها برسه، افعالش ارادی و اختیاری و حساب شده باشه. خب این چنین بحث های مهمی رو تو 40 حدیث امام داره در بحث های فراوان. اگر یک کسی از به خاطر کنجکاوی هم شده که امام کی بوده بخواد بشناسه، 40 حدیث رو باید بخونه. اگه نخونه چی میشه؟ اگه نخونه 100% نگاه او نسبت به امام خمینی نگاهی ناقص است. یک کسی میخواد سیاسی واقعی بشه، نمیشون تونه بدون مطالعه 23 جلد کتاب به شما عرض کنم صحیفه نور اقدام کنه. این صحیفه نور رو وقتی انسان میخونه، اون وقت میفهمه که حضرت آقا مثلا میگه تحول، این تحول اصلا یعنی چی. اون 40 کتاب وقتی از امام میخونه، انسان واقعا امام خمینی رو میشناسه. حالا تو هر دیدگاهی باشه منصفانه قضاوت میکنه، حتی مسلمان نباشد، حتی زرتشتی باشد، حتی یهودی باشد، هر نگاهی میخواد داشته باشه. منصف اونی که کاملا نگاه کنه. مثلا مسیحی اومده امام علی رو شناخته، 200 بار نهج البلاغه رو خونده. خب بعد از 200 بار نهج البلاغه خوندن، امام رضوان الله تا او بنده خدا که صوت آره، خب شما نگاه کنین قضاوتش در مورد مولا علی علیه السلام چیه، خیلی فرق میکنه، تفاوت میکنه. بله عرض کنم که ولمیان زدی به دل طبیعت. بله یه جمعه بودش که من اومده بودم محضر از تو استاد و گفتم که از فرصت استفاده کنیم و لایوی هم بگیریم و دوستان استفاده کنن. خب در مورد بانکداری و اینا سوالات رو انشالله بعدن دوستان عزیز، الان سوالات اخلاقی و عرفانی و این مسائل رو اگر کسی رذیله اخلاقی نیاز نیستش مستقیم بپرسید، راهکارش رو بخواید بدونید که اصلا مثلا حسد چیه، راهکار حسد چی هستش، نمیدونم. آره یعنی ببینید بحث بانکداری یا نمونه های دیگه ای مطرح میکنن، بذارید من کلی اشاره کنم. بفهم. ببینید ما هر وقت به مرحله کشور اسلامی رسیدیم بانکداریش درست میشه، الان نرسیدیم. بانکداریش به خاطر نیروی کار متعهد، به خاطر اینکه اون قوانین بالادستی درست اجرا نمیشن، بعضی جاها مشکلات جدی داره و تمام نظام های چه شکل خواهد بود؟ مثلا مبنای کتاب 40 حدیث خواهد بود فقط؟ یا البته من این رو هم بگم که خیلی خوشحال میشیم با دوستان تجربیات شخصی شما و آنچه که حال اگر در طی این 20 سال روزی یه دونه مطلب، هفته یه دونه مطلب به ما رسیده باشه و بتونیم همون رو خدمت عزیزه ارائه بدیم، زهی سعادت هم برای ما و هم برای دوستانی که حالا ولو با واسطه از اون درخت تنومند